او در بیش از یک فیلم نقش های متفاوت را ایفا کرده. ویلم دافو زندگی حرفه‌ایش را در اواسط دهه هفتاد میلادی با کار در تئاتر تجربی و آوانگارد نیویورک آغاز کرد. به تازگی در جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، خرس طلای افتخاری یک عمر دستاورد هنری به هنرپیشه 62 ساله آمریکایی تعلق گرفت. <تصح> نیویورکی که شما در آن کار تئاتر را آغاز کردید، شهر وحشی بود. At a time, time when there was place, wild. but what attracted you to theater, to stage theater? You know. وقتی جوان بودم تصمیم نداشتم بازیگر بشم. بازیگری را دوست داشتم و تئاتر تنها چیزی بود که در ذهن من به بازیگری ارتباط داشت. میخواستم بازیگر بشم و کار بازیگری را به صورت تجربی شروع کردم و مدت کوتاهی به مدرسه بازیگری رفتم. در واقع به طور سنتی در دانشگاه آموزش ندیدم. به همین دلیل هم شروع زندگی هرفهی هم کمی عجیب بود. اما حقیقت این است که در نیویورک اواسط دهه 70 میلادی خیلی ها بودند که دست به کارهایی می که برایش آموزش ندیده بودند و این خیلی جالب بود. اینکه به طور تجربی کاری را یاد بگیرید و نگران آینده هم نباشید در جوانی کار ساده است. اما این جور جسارت ها هنوز هم در من هست. به شما پیشنهادهای های زیادی می شود بر چه مبنای این پیشنهادها ها را می پذیرید یا رد می کنید بر اساس کارگردان یا فیدنامه بر اساس احساسم و به طور شهودی انتخاب می کنم و بخش زیادی از آن هم به کارگردان و کارهای قبلی بستگی دارد خودم را به کارگردان واگذار می کنم به نظر عدهای عجیب است اما به عقیده من اگر فقط به خودتان فکر کنید اسیر درونیات خودتان میشوید اما اگر خودتان را در اختیار نگاه و بینش کارگردان بگذارید مسیری را خواهید پیمود که در آن چیزهای زیادی یاد میگیرید و می توانید وقتی از چیزی مطمئن نیستید ریسک بکنید این چالش دقیقا همان چیزی است که شما را زنده نگاه می دارد و باعث می شود کارتان ارزش دیده شدن داشته باشد. و این جور تنش به شما احساس زنده بودن میدهد من به دنبال چنین چیزی هستم. خب، اول فیلم فیلمنامه را می‌خوانم و از خودم میپرسم آیا دوست دارم نقش را بازی کنم یا نه آیا برایم جالب است یا نه و آیا با بازی در فیلم اتفاق جدیدی در من میافتد آیا حس شگفتی در من ایجاد میکند یا نه به نظر من همه ما همین کار را میکنیم برای اینکه روحمان نمیرد می جنگیم. اما اگر خیلی به این فکر کنید خودتان را میکشید اما کار هنر همین است همیشه داستانی درباره عشق یا مرگ بله درباره محدودیت های بشر است این مسئله است که باعث خلاقیت می شود؟ بله درست است و فوق العاده زیبا. اگر بخواهید در یکی دو جمله بازیگران جوان را ترغیب کنید چه میگوید؟ چه نصیحتی برای آنها دارید؟ به آنها میگویم ببینید به چه چیزی علاقه دارید و به طرفش بروید منتظر چیزی نباشید هر کاری که میتوانید برای علایقتان انجام بدهید به تئاتر بروید و کارهای زیبا را ببینید چه نشسته باشید و چه در حال نوشیدن قهوه بروید و تا جایی که میتوانید نزدیک صحنه بشوید در نزدیکی صحنه میتوانید چیزهای جدید یاد بگیرید من به آموزش اعتقاد دارم در کنار کسانی باشید که برایتان الهام بخش هستند